میر پتر یه صحبت های کرده در مورد این حمله این ماجران غیرقانونی مرزای جنوبی و جالب هم بوده یعنی جز معدود چپ هاییه که اومده گفته آقا این دیگه واقعا اسمش حمله است و جلوی این قضیه گرفته بشه گفتن آقا این کارو بکنی یه سری از این چپولا میذارن میره از کمپینت گفته بر من خیلی مهم نی حالا که میگم چرا میگم می میر فترمن تو خبر توضیح میدم شبیه فترمنه ولی خود فترمن نیست برای من میرفتر من صداش میکنم یه شاکار فوقلاده ترامپ در نیو همشایر داشته اونو بررسی میکنه دو روز پیش یه رالی فوقلاده داشته که ترکونده تاله همچین رالی من توی چکم از خود ترامپ هم ندیده بودم ریک اسکات که خودش همین چند وقت پیش نامزده ریاست جمهوری میخواست بشه و کمپین زده بود و چارگوش رینگو بوسید و رفت کنار اومده از ترامپ حمایت کرده که اونم با میبینیم یه اتفاق جالب هم اینه که مدیر دفتر مایک پنس اومده از ترامپ حمایت کرده یه گلبازی خیلی قشنگ با خود مایک ما پنس این داستان نیکی هیلی هم هر جا میره والا ما هر ریاکشنی داریم از مردم میبینیم دارن باش گلبازی میکنن اونم با هم بررسی میکنیم و در نهایت هم در مورد معاونت رئیس جمهوری ترامپ صحبت میکنیم که بالاخره قرار ترا... معاون رئیس جمهوری ترامپ ویویک باشه تاکر کارسون باشه دو نفر از نزدیکان ترامپ رو رو میذاریم میشنوید بعد شما نتیجه گیری کنید که کدومش قرار باشه امیدوارم که این ویدیو رو تا انتها بیننده باشید امروز سی دی و 20 ژانویه از تاریخ چون دیر گذاشتم روخونی کردم از اون ویدیو که اگه علاقه به اخبار آمریکا دارید قطعا براتون دوست داشتنی خواهد بود عرض دور فرد فراد متقیم اینجا اخبار خاموشه و در این کانال تلاشم این اخبار و مواردی برای شما بیارم که معمولا جای دیگه پوشش نمیدن ممنون میشم اگر سابسکرایب کنید و لطف کنید اگر لایک بزنید تا در فضای مجازی به عزیزان بیشتری توصیه بشه اما در مورد میر فترمن صحبت کردیم سناتور جان فترمن ملقب به میر فترمن اصرار داره آقا مرزا باید ایمن بشه اصلاً برای مهم نیست اگر چپای توند یا سلام مترقی منو ترک بکنن در حال حاضر اونجا بحران وجود داره قانونگذار جنجالی پنسیلوانیا این هفته در خلال نشستی انحصاری در دفترش در دی سی به روزنامه پست گفت به طور فضاینده ای ترقی به سمتهایی رفتند و سوهایی گرفتن که من مورا موافق نیستم و من واقعا فقط احساس راحتی میکنم که یک دموکراتم. یک چیز در مورد فترمن هست که تغییر نکرده تنها چیزی که در مورد فترمن تغییر نکرده کمود لباسشه به چهرهش چهرش که عوض شده همه میدونن صحبتاش هم کاملا زمین با عوض شده حتی فتح من اصلی نمیتونست درست حرف بزنه فعل و فایل و غلط میگفت این قشن مشخصه که داره سعی میکنه درست حرف نزنه و یه علامت تجاری هودی و شورت بدنسازی خودش رو برای مسابقه روزنامه پست پوشید و بعدا یه کلاه بافتنی پیتسبورگ استیلرز رو به سر کرد مردم مردم زیادی براش هودی فرستادند که نمیدونه با اونا چیکار کنه پر از هودی دفترش کمتر از چهار سال پیش فترمن که یک چپ تندرو عاشق برنی سندرز و یک دموکرات واقعی بود در جریان رقابت‌های های 2016 مقدماتی در برابر هیلاری کلینتون گفت من افتخار میکنم که برنی سندرز از من حمایت کرده فترمن به ارقام هشدار دهنده از گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده شرکت که نشون میده در ماه دسامبر با بیش از 300 هزار مهاجر در مرز جنوبی مواجه شدند گفت این بیشتر از جمعیت پیتسبورگ تازه پیتسبورگ دومین شهر بزرگ پنسیلوانیا است و این اتفاق فقط در یک ماه افتاده وی با امتناع از ارزیابی عملکرد دولت بایدن در مورد بحران مهاجرت گفت که هر دو طرف باید با هم متحد بشن و راه حل جامعی برای مهاجرت غیرقانونی ایجاد کنند سناتور با تاکید بر اینکه بایدن به دنبال یک توافق دو حزبی است بازگشت از از سمت چپ ها به سمت میان حراسی ندارد گفت اون میداند که در اونجا مشکلی وجود داره اما این شل خیلی دقت نکنه از خودش که پرسیدن گفت نه احتیاج به کار داره ولی نه اینکه بخوایم بگیم که الان اونجا بحرانی وجود داره به شما قبول نکرد که اونجا بحرانی بسط هست اینو ببینیم این همون تصویری که خدمت دوستان ارز کردم تصویر سمت چپ تصویری که الان از آقای می... میرفترمن اومده بیرون سمت راستی خود جان فترمنه اگه دقت کنید فرم صورت فرم گوش همه چی شبس شده واسن این آدم جدیده هیچ ربطی به اون قبلی نداره شما کاملا مشخص اگه دقت بکنید این واسطی آدم معمولی خوشگلم از تقریبا اصلا اون قبلی علت این که سیبیل گذاشته و اون قبلی اونجوری بودش بخاطر اینکه این تشابه اینجا از بین بره به هر حال مشخصا اون نیست دیگه الان تو خبر نیویورک تایمز هم دیگه تیکه انداخته که تنها چیزی که عوض نشده فقط کمد لباساش بقیه‌شون عوض شده اما ترامپ رفت نیو همشایر یه رالی گذاشت که فکر کنم این رالی تنها همه رو لرزوند استقبال و مردم از ترامپ العاده بود جمعیتی که تو سالن جمع شده بود و مردمی که اومده بودن و من در هیچ کدوم از رالی های ترامپ جمعیت این چنینی ندیده بودم در یه ایالت کوچیک بره و یه همچین اتفاقی باشه مردم واقعا به طرز وحشتناکی ترامپ علاقه دارن و همه اومده بودن برای استقبال از ترامپ ترین این ایالت نیو همشایر خیلی مهمه نمیخوام که از آیوا مهمتره ولی چون امید خیلی زیادی داره نیکی خیلی به نیو همشایر و اگر اینجا رو ترامپ بتونه با یک مثل سری قبلی با یک اختلاف خیلی زیاد بره احتمال زیاد نیکیلی و راندی جفتشون بکشن کنار چون تو نظرسنجی آخری که اومده بودش ترامپ با ده امتیازی و ده درصد نیکیلی و تونیو میگیره و واقعا حیف میدارم که با همون سی درصد اینا باشه که اینا زودتر بزنن گاراژ یکی از اتفاقات جالبم هم در همین یا همشاری بودش که سناتور کارلای جنوبی ریکسات تا اونجا اومده بود و اونجا مراسم اندورس رو به سبک آخوندی برگزار کرد خیلی جالب بود ریک اسکات کلا مرد بسیار مهربونی ولی خود شیری نقله دیگه اگه تو باشه با تاکر کارسام که صحبت میکرد تاکر از سوال میپرسید بلند شد وای میستاد صحبت میکرد اینجا میگه چه حالتی ترامپ پشت نگرد داشته هی hey, یه چیزی میگه برمیگرد به ترامپ اشاره میکنه ببینیم ما به یک رئیس جمهوری احتیاج داریم که مرزای جنوبی ما رو امروز ببنده We need Trump. ما به دونالد ترامپ احتیاج داریم ما ترامپ ما به رئیس جمهوری احتیاج داریم که کشور ما رو با, با هم متحد بکنه همه رو به صورت به اتحاد برسونه ما به دونالد ترامپ احتیاج داریم و خیلی از ترامپ هم پشت لبخند میزن بله خواهش میکنم لطف دارید We need a who will your and my We need Trump. احتیاج داریم که

خب به رئیس جمهور احتیاج داریم که نظم و قانون رو دوباره برگردونه خب به دونالد ترامپ احتیاج داریم oh, به رئیس جمهور احتیاج داریم که مالیات رو کم بکنه نه که اضافه کنه like ما به یک رئیس جمهوری مثل دونالد ترامپ احتیاج داریم we understands the American people are یه رئیس احتیاج داریم که درک بکنه که مردم آمریکا خسته و داغونن از بس که خسته و داغون شدن ما به دونالد ترامپ احتیاج داریم ما به دونالد ترامپ احتیاج داریم به رئیس جمهوری احتیاج داریم که باعث بشه دشمنای خارجی ما از ما بترسن و متحدای ما به ما احترام بذارن ما به دونالد ترامپ احتیاج داریم و ایالات متحده به کسی احتیاج دادیم به نام دونالد ترامپ برای این مدل شما مدل بود جالب بود گذاشتم برای تو ببینید که اسکات خودش کاندید و جالبه که بعد از اینکه اومده بیرون تو الان هیچ کدوم از کاندید قبلی از ترامپ اومد نکردن غیر از حالا وی ویوه وی که اصلا به هوای ترامپ اومد بیرون اونای دیگه که اومدن بیرون کریس کریستی بوده که از هیچ که اومد نکرده نه از نیکیلی نه از ویوک وی 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 و کلا فقط اومدم ببینم مایک پنس هم تا الان من ندیدم از کسی حمایت کنه فقط بگش گفته به ترامپ رای ندید نکتهش فقط این بودش که حالا این اولی بود اومد بیرون جالب بود اما گفتیم مایک پنس گفت آقا ترامپ رای ندید اما رئیس سابق دفتر خود مایک پنس از ترامپ حمایت میکنه و این خودش یه جوره خیلی قشنگ توف سربالا بود واسه مایک پنس خبر آکسیوس صدامین دیگه چه جوری خبر سوزناک که آکسیوس هم نتونست ازش بگذره آکسیوس فهمیده که رئیس دفتر سابق مایک پنس یعنی نیک آیرز از ترامپ رئیس جمهور سابق حمایت میکنه چرا خبر مهم این نشون میده که بعد از این هفته با توجه به نتایج فوقالعاده که ترامپ در آیوم ها به دست آورد یواش یواش شروع شده تمام جمهوری خواهان دارن اون تحسینای های خودشون و خودشون رو میدن حتی اونه که قبلا بیطرف بودن تقریبا همه متوجه شدن که رئیس قرار کی باشه یا بهتر اون برگ حالا اعتباری که پیش مردم دارن و کدوم خرج بکنن آیرز به آکسیوس گفته اونچه که ما در حال تماشای اون هستیم در آیووا اتفاق افتاده گفته اون اتفاق یک دستور قاطع بود که هر هر دلار باید صرف تحکیم جمهوری خواهان بشه نه حمله به جمهوری خواهان دیگه یعنی الان وقتی مشخصه که چی به چیه باید تمام سرمایه ها غیره بیاد برای اینکه اون کاندید جمهوری به طور در نهایت بره تو کاخ سفید نه که رو شروع کنن به هم بپرن اینجا جا که مایک پنس از رئیس دفترش سوگند میگیره بعد دو, تا نکته جالب گفته گفته آقا نامزده تا کی میخوان در رقابت باقی بمونند و به اسراف پول به خاطر یک نزای در اون حزبی ادامه بدن بیایید چیزایی که باید از اون خشمین باشی و کنار در عوض فقط به نتایج سی... سیاسی داستان فکر کنیم و اون را ارزیابی کنیم آیرز نامزده باقی مونده راندی سانتس فرماندار فلوریدا و ایلی سفیر سابق سازمان ملل رو به عنوان دوست در نظر میگیرم اما خاطر نشان کرد که اونا دو سال فرصت داشتن تا نظر خودشون رو به رای دنده اعلام کنند و اونها سه برابر کمتر رای آوردن حرفشم کاملا منطقیه دو سال فرصت تبلیغات داشتید الانم یک سوم طرف رای آوردید برای چی باید وقت و پول حالا جمهور خواهان بیاد حروم بشه واسه شما که هیچ امیدی به پیروزیتون نیست آیرز تو صحبتاش جوری القا کرده که احترام عمیقی برای پنس قائله و گفته این دو مرد از دوستی خوبی برخوردارن اما جالب بدونید قبل از برگزاری کنگره آیووا یعنی روز دوشنبه مایک پنس رای رو تشویق کرد که یک نامزد دیگه ای رو یک کسی دیگه غیر از ترامپ رو به عنوان نامزد انتخاب کنید توصیف ترامپ از بقای 6 ژانویه 2021 رو که گفته بود صلح‌آمیز بوده رو همونجا دوباره پنس در مسابقه محکوم کرد و مردم گفت بد یک دیگر انتخاب کنید پنس گفت که رقابت های اولیه ایالتی به رای دندگان خوب جمهوری خواهی میده تا به شروعی تازه بدیم و رهبری جدید به ما بده تا حزبمان رو در انتخابات و بعد از اون به پیش ببریم منظورش از رهبری جدید و خدمت شما بگم شروعی تازه این بودش که غیر از ترامپ کس دیگه بیاد حالا یا ویویک یا دیسانتس یا نیکیلی که شکرم تا رای جمهور نبودن که مردم هم اونجا خیلی خوب بهش فهمودن که آقا شما ارزشی در جامعه سیاسی جمهوری خواهان حداقل نداری که شما بیای کوچکتره حرفی بزنی یک درصد هم رای نمیتونی جابجا بکنی من بهترین تعبیری که حالا بعضی از دوستان میخندن در مورد مایک پنس گفتم در ماکبس بزرگترین حسنش این بودش که مثل گلدون لب پنجره بود در کل مدت چهار سال شما یک بار نشدید که اختلافی بین اون و ترامپ باشه اصلا حرف نمیزد که همینجوری این گلدون میوردن میزدشنش بقل ترامپ میرفت همین هم باعث شدش که این چهار سال دوم بیاره معمولا همیشه بین معاملهای ریس هجمونی و خود رئیس هجمونی کل های کل پیش میاد ولی با ماکبس هیچ موقع اتفاق پیش دایمد متاسفانه فکر کرد که آدم بزرگی شده و شش جامیان حرکت رو انجام داد بعدم که دیدی خودش فهمید این کار نیست و رفت کنار اما در این که حالا همه جا دارن این طرف اندورس میکنن اونور اندورسی ندارن ولی گلبازی تا دلتون بخواد دارن یه شرفند خیلی جالب و خیلی زیبا نیکی هیلی رو با یک سوال قافل گیر کرده ببینیم Good. Good. Nice you, oh. از دیدار شما خوشبخت هم. <laughs> <laughs> یه سه شنبه یادتون در بیاین رای بدید yeah. so, like yeah. میشه سوال خیلی ریزه میز ازتون بپرسم like آیا فکر میکنید این مسئولیت پذیریه برای یک سیاستمدار که مثلا 100 میلیون دلار بیاد در آیوا هزینه بکنه روی تبلیغات تلویزیونی که کلشم کلش میره تو جیب های تلوی... خبری تلویزیونهایی که مدت ها به ما دروغ میگرد When there out there, can... وقتی که این همه کهان سرباز بی خانمان داریم که کف خیابون خوابیده به نظرتون هم پوله نمیشد برای این استفاده کرد شما حتی نزدیک هم نبودی اینکه بخوای ترامپ شکست بدی و صد میلیون دلار هزینه کردی با تبلیغات تلویزیونی حالا you know میخواد بحث و عوض کنه که میدونی همسر منم هم کهن سربازا چه ربطی داره میگه این همه بنده خدا کهن بدون خونه زندگی گفتن کف خیابون You know you... media... <laughs> میگه من میدونم چی داری میگی ولی سوال من چیز دیگه است <laughs> میگه وقتی تلویزیون ها نمیان حقیقت رو بگن تنها دلیلی که شما مجبوری تبلیغ اونجا پخش کنی که بتونی حقیقت رو بگی My <laughs> میگه منظورم می اینه که تو نمیتونی ترامپو شکست بدی all the money you're could go to و تمام پولی که داریم وسط هدر میدی میتونه بابت اتفاقات بهتری هزینه بشه خیلی بد فشکو گفت منظورم اینه تو که پیروز نمیشیم پولا رو اینجوری به باد ندادی دیگه یه کاری بکن لاقل بگن آقا دمش کرد این باعث میشه که حتی حزب جمهوری خواه هم چهره بهتری از خودش به نمایش بذاره جواب داشته آخرین بار که چک کردم توی این کشور از دموکراسی بود میخوام بجنگیم برای دموکراسی یادتون باشه رأی بدید یه جایی میوز میکنم صرف کنم ببخشید دوستان اما بحث زیبا و دوست داشتنی معاونت ریاست جمهوری ترامپ که انقدر همه مطمئن از اینکه ترامپ داره میاد بحث بحثا دیگه در مورد خود ترامپ نیست بیشتر سر اینه که آقا بالاخره کی قراره معاون ترامپ بشه اونم داستان خاص خودشو داره دو تا تیکه کوتاه براتون آماده کردم یکیش صحبت هایی که دونالد جونیور انجام داده پسر ترامپ دونالد ترامپ جونیور انجام داده اینو با هم دیگه ببینیم see it's hard you know the, the people do that like you know I I, well, I I would do whatever I could to make sure it wasn't Nikki Haley but uh you know around like, uh, the could I see you're never gonna rule out someone that is you know a leading contender it doesn't mean that's who you go with I could see other people that would be great I'd love to see هیچ موقع منطقی نیست شما یه نفر که توی نظرسنجی یا با وضعیت بهتری داره و جلو هستش شما بخوای خط بزنی از لیستت ولی آدمای دیگه هم هستن you know, خود من دوست دارم جی دی ببینم یا تاکر کارسون رو ببینم اینا آدمایی هستن که به طور بنیادی نگاه میکنی تو همون خطی هستن که باید باشن و از یه طرف دیگه حالت تهاجمیشون هم خوبه شما احتیاج داریم آدمایی که مبارز هستن بیان تمام جمهوری خواهان واشنگتن دی سی بسیار بسیار هم شما ممکنه هم هاوس رو داشته باشید یعنی هم کنگره مجلس رو داشته باشید هم سنا رو داشته باشید بازم اونا از شما سواری بگیرن آیا پدر در مورد تاکر کارلسون قضیه شدیه؟ oh, آیا شاید واقعیه فقط میتونم بگم واضحا این هم جزو گذینه هایی که الان مطرحه they're, they're, they're اونا خیلی با هم رفیقن و میتونم بگم تقریبا رو تمام موارد با هم دیگه اتفاق نظر دارم <متصفح> مثلا در مورد پایان دادن به این جنگ های بی پایان uh, so, you know, and, you know, that, that من واقعا خودم خیلی اصلا قبل دوست دارم این اتفاقه بیفته فکر کنم این یکی از اتفاقات محتمل هستش حالا خود دو دونالد ترامپ جونیور هم خودش علاقه زیادی تاک کارسون داره اینجا از زمانش طرف گفت من خودم دوست دارم یه اتفاق بیفته اما تیکه دوم که میخوام براتون بذارم این هم تیکه بسیار جالبی از گلن و تو برنامه پاتریک پت دیوید داره هموطن ایرانی ما متاسفانه جواب ایمیل ما رو هم نداد دو یکی از همکاراش جواب بده درخواست مصاحبه کرده بودم پیچون میخوام بگم که گلمبک میگه ترامپ به من زنگ زده و از من در مورد معاون ریاست جمهوری پرسیده گلمبک یکی از کارکترهای میتونم بگم تحلیلگرهای خوب سیاسی بسیار موفق در آمریکاست که بنیانگذار برنامه دبلیز و آدمی که شهرش شاید بشناسید آدمی که خیلی سرش میشه اینجوری نیستش که آدم معمولی باشه هفته پیش دولت ها به من زنگ زد و از من پرسید که پیشنهادی چیزی داری برای اینکه من کیو باید به عنوان معاون ریاست جمهوری انتخاب کنم wow. از من پرسید چی فکر میکنی؟ میگه well, بگم آم. به من زنگ زد به همه داره زنگ میزن فکر نکنید مثلا میخواد دوگه فکر من خیلی آدم گنده ایم yeah. so said, think? Said... از من پرسید نظر چیه؟ گفتم I... Yeah, بش گفتتا نمیدونم که واقعا این حرف رو بزنم شما چه حسی دارید دقیقا همون روزی هم بودش که ترامپ به ویویک پریده بود یعنی قضیه قبل از اینه که خداافیه کنه بره said, من گفتم ویویک انتخاب کن؟ that's the number one response from everybody I've asked that question in and he said why do you say that he said why do you say that and I said so that's the number one response trashed vivek and I

بهش گفتم که اول از همه ای اون میتونه از شما دفاع کنه گفتم right که اون کاملا تو جیب، جیبته منظور از تو جیبت که کاملا روش احاطه داری تسلط داری قبولت داره و وقتی که شما حواست به این وره و داری این وره انجام میدی اون حواسش به اون طرف داره شما رو حمایت میکنه از شما دفاع میکنه و اون وره هندل میکنه I said also, um, I think he's he, some of his ideas are really, really good he connects with the youth, which now the latest uh, of eighteen to twenty four year olds that voted for Biden they're not رای داده بودند. اونا قرار نیست که به بایدن رای بدن ولی هنوز هم قرار نیستش که به ترامپ رای بدن. So you get that lower vote the people that are excited about hey something fresh and yeah. different میشه شما اون رایایی که برای اون آدمایی که میگفتن وای چه خوبیه آدم جدید و یه انرژی تازه و جوان اومده اونا رو هم میتونی بگیری and then in 2028 when you can no longer run you continue for another eight years and you get the credit for bringing this new fresh face in I said I, I, I just و سال 2028 هم که دیگه شما نمیتونی خودت دوباره کاندید بشی اون میتونه هشت سال دیگه باشه و خود شما در حقیقت داری ادامه میدی به عنوان رئیس جمهور خود شده رئیس جمهور یعنی بازم دست تو کاره و همیشه هم این اعتبار داری که اون کسی که به اون میدون داد و اون آورد دونالد ترامپ بوده یعنی یه ایده خیلی جالب داده که اولا وقتی ویوک اینجوری قبولت داره بیاد اول تو این چهار ساله درگیری نداری باش فوق العاده حاضر جواب باهوشه و میتونه دفاع کنه ازت همه جا و آمادهش میکنی در هشت سال بعدی هم اون بشه رئیس جمهور و تو در کنار باشی بهش که چیکار باید بکنه فکر می کنم این یه اتفاق افسانه ای بشه میپرسم که خب ترام چی گفت در جواب اون well, we'll گفتش که خب حالا ببینیم چی میشه ویویک راموسوامی من فکر میکنم یه آینده بسیار بسیار روشن داره uh, I mean, He's never confused. همیشه دقیقا حواسش همون به هیچ عنوان آدمی نیست که گیج بشه such clear thinker, so rapid. بسیار سریعی فکر میکنه و کلا آدم خیلی حواس همیه take any crap. He is Trump. این هم خیلی جالبه میگه کلا شهران برام ور بر نمیداره یعنی بهش وقتی متلک اینا میندازن به هیچ عنوان کوتاه نمیاد دیدید خودتون دیگه جواب یارو رو میده uh, این خیلی جالبه میگه دقیقا مثل خود دونالد ترامپ با یه تفاوت که حافظه تصویری داره حافظه تصویری هم که خود رو میدونی چه حیولای واقعا همه رو که داشتن دفعه دفاقه شدن بیشتر از این یلوم اجازه نمیده ممنونم که این بخش خبری رو باید دنبال کرد ببخشید یه جایی میکروفون رو قطع کنم سرفه کنم از ما خیلی بهم فشار میاره ممنون میشم این ویدیو رو لایک بزنید لطف می‌کنید، اگر سابسکرایب کنید اگر تا سابسکرایب نکردید و اینکه باز هم اعلام میکنم در این کانال هدفم اینه مواردی برای شما بیارم که هر جای پیدا نمیکنید لطف میکنید اگر به دوستان و آشنایانتون کانال رو معرفی کنید و لینک کانال رو براشون بفرستید خوب و خوش و سلامت باشید تا درودی دیگر به خدا نگهدار